الله اكبر 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 الله نیروهای نظامی پاکستان در اقدام تازه بار دیگر وارد حریم هوایی افغانستان شده و روستاهایی را در ولایت خوست و پکتیکا بمباران کردند. گزارش شده است که در این حملات 8 نفر کشته شدند. در واکنش به این حملات وزارت دفاع طالبان برای اولین بار تصویری از ملا یعقوب وزیر دفاع این گروه را با یونیفرم جنرالی ارتش افغانستان منتشر کرد. این وزارت با انتشار این تصویر گفته در پاسخ به تجاوز پاکستان به مراکز نظامی این کشور در امتداد خط فرضی حمله کرده است. در تصویر دیده می شود که ملا یعقوب یونیفرم را به تن کرده که نشانه های استر جنرالی بر شانه دارد. در بیانیه وزارت دفاع طالبان آمده است: حوالی بامداد امروز جت‌های جنگی و کشفی پاکستان در یک اقدام تجاوزکارانه بار دیگر به خاک افغانستان وارد شدند و خانه‌های مسکونی افراد ملکی را در خوست و برمل پکتیا بمباران کردند. این وزارت در ادامه تأکید کرده است که نیروهای سرحدی اردوی اسلامی افغانستان در پاسخ به این تجاوز مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط فرضی با اسلحه‌های ثقیله هدف قرار دادند. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه بوده و در هر حالت از تمامیت ارضیشان دفاع خواهند کرد. الله اکبر Vamos que sí, ¿no? Los balados, ¿cierto? ¿Quién hay más o menos en el cuello de la cámara? ¡Mátate! ¡Esta mojita! ¡Vamos, espera! ¡Dola, General Puerta! ¡Soy de morra! ¡Que se deje de daros! شب بستیه بیخی خوانده وره وله گده بیاره بده بچه وله گده ماشالله که در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان گفته است که تیارهای جنگی پاکستانی حوالی ساعت 3 بعد از نیمه شب به وقت محلی منطقه لمن ولسوالی برمن ولایت پکتیکا منطقه افغان دوبه ولسوالی اسپیره ولایت خوست را بمباران کرده است. مجاهدین حمله را تجاوز پاکستان خوانده و در بیانیه گفته که در نتیجه آن 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در ولایت خوست کشته شدند. برخی رسانه‌ها هم گزارش دادند که در پی این حمله هوایی تبادل آتش سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در امتداد خط مرزی دو کشور رخ داده است. از پاکستان گزارش شده که در نتیجه تبادل آتش در منطقه مرزی با افغانستان دست کم 4 غیر نظامی در منطقه پاراچنار زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان به طور رسمی تایید کرده است که عملیات ضد تروریستی مبتنی بر اطلاعات را در مناطق مرزی در داخل افغانستان اجرا کرده است. این وزارت افزوده است که تروریست‌های وابسته به حافظ گل‌بهادر فرمانده تحریک طالبان پاکستان هدف این عملیات بودند. اخیراً نیروهای حافظ گل‌بهادر فرمانده تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت چند حمله انتحاری به وزیرستان شمالی را به عهده گرفته بودند، حملاتی که دست کم 7 مامور امنیتی پاکستان در آن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد اما گفته است که فرد متذکره در پاکستان به سر می‌برد.